سلام دوستان روز بخیر به کانال با هم بدوزیم خوش اومدین امروز میخوام روش دوخت یقه بلیتی رو بهتون آموزش بدم دوخت این یقه بسیار ساده است و برای انواع بلوز پیراهن مانتو و لباس های مناسبه بریم که روش دوخت رو بهتون آموزش بدم برای شروع دوخت لازمه که یه سری خطوط روی قسمت بالاتنه رسم کنید اول خط تای وسط بالا را رو مشخص کنید و بعد یک مستطیل به ابعاد 3 در 12 سانتی متر بکشید. حالا این مستطیل رو از عرض به سه قسمت مساوی تقسیم کنید طوری که عرض هر کدوم از این قسمت ها حدود یک سانتی متر باشه. و در آخر یک مثلث انتهای مستطیل بکشید. به یک نوار پارچه ای مستطیل هم نیاز دارید بهتره که پشتش رو مثل من لایه چسب به چسب همونطور که میبینید من با خطوطی نوارهایی روی پارچه مشخص کردم دو تا نوار به عرض 3 سانتیمتر و هاشیه ها هم به عرض 1 سانتیمتر اگر این خطوط رسب شده رو با اتو تا کنید و مثل من نوار رو اینجوری تا بزنید و بذارید روی مستطیل رسب شده میبینید که عرضش دقیقا مساوی عرض مستطیلمون یعنی 3 سانتیمتره طول نوار پارچه ای دو تا سه سانتیمتر بیش از دو برابر طول مستطیله یعنی اگر که من نوار پارچه ایمو از وسط تا کنم و به این صورت بذارم روی بالاتنم همطور همونطور که میبینید از قسمت بالا حدود یکی دو سانتیمتر بلندتر از مستطیلی که روی پارچه کشیدم طول این مستطیل 12 سانتیمتر بود و من طول نوار پارچه ایمو حدود 26 تا 27 سانتی در نظر گرفتم یعنی یه چیزی حدود دو تا سه سانتیمتر بیشتر از دو برابر طول مستطیلم برای شور دوخت بعد قسمت میانی مستطیل رو با قیچی ببرم و جدا کنم. حالا زل های مورب مسلس رو هم با قیچی برش میزنم. کار رو به سمت خودم برمیگردونم و همینطور که میبینید از دو طرف با دست بازش میکنم. هدف هم اینه که ستا خطی که در اینجا قرار گرفته دقیقا در امتداد و در راستای همدیگه قرار بگیرن. برای اینکه پارچه به همین صورت بمونه و حرکت نکنه من با استفاده از سنجاق این لایه ها رو رو همدیگه محکم میکنم. بنابراین به این ترتیب جوری لایه ها رو هم موندن که سه تا خط در امتداد هم قرار گرفتن. حالا نقطه وسط نوار پارچه رو علامت میزنم و به این صورت میذارمش زیر کار و پارچه بالا تنم رو میذارم روش. باید نقطه وسط مثلث دقیقا روی نقطه وسط نوار پارچه سبز رنگم قرار بگیره. نوار پارچه رو به من هست روی پارچه به سمت منه و پارچه بالاتنه رو از قسمت پشتش میذارم روی نوار سبز رنگ و حالا باید با استفاده از سنجاق این خطوط افقی رو که رو هم افتاده با سنجاق به هم محکم کنم حالا کار رو میبرم زیر چرخ و دقیقا روی خطی که با سنجاق علامت زدم دوخت میزنم. بعد از اینکه دوخت رو انجام دادین حتما کار رو اتو کنید. حالا کار رو به این صورت تا کنید و لایه رو برگردونید روی لایه دوخت شده. قبل از اینکه دوخت رو انجام بدید یک بار دیگه اتوی داغ رو بذارید روش. و بعد ببرید زیر چرخ و اینجا رو دوخت بزنید. ببینید به این صورت کار من دوخته شد حالا سنجاق ها رو در میارم و یک بار دیگه بعد از دوخت هم کار رو اتو میکنم به حرکت دست من نگاه کنید و ببینید که توی این مرحله چطور میخوام یقه رو تا بزنم این قسمت رو به صورت عمودی میذارم و قسمت دیگر رو به صورت عمود بر قسمت اول افقیش میکنم به طوری که اینجا یک مثلث تشکیل بشه. یک بار دیگه انجام میدم که ببینید. وقتی که این مثلث تشکیل شد با اتو علامت بزنید که این خط تا کامل روی پارچه بیفته. حالا انگشتتون رو اینجا بذارید و لایه بعد و جوری برگردونید که این قسمت زیرش حالت پلاکتی یا حالت فلش مانند پیدا کنه. مجدد کار انجام میدم که بهتر ببینید. توی مرحله باز هم او توی داغ رو بذارید رو پارچه که خطوط تا کاملا رو پارچه بیفته. با استفاده از خطکش حدود 3 سانتیمتر پایینی یقه رو یه خط افقی بکشید و بعد با سنجاق قسمت های بالایی رو رو هم ثابت کنید. حالا کار رو ببرید زیر چرخ و به این ترتیبی که با نقطه چین ها نشون دادم روی کار دوخت تزئینی بزنید. من دوخت تزئینی رو انجام دادم و یقه دوخته شد و کامله. شما میتونید روی این قسمت جا دکمه بذارید رو قسمت پشتش هم دکمه ها رو بدوزید و یقه بلیتیتون رو با انواع دکمه های رنگی یا دکمه های پارچه ای کامل کنید پشت کار هم به اندازه روی کار تمیزه به همین راحتی شما میتونید در عرض چند دقیقه تو خونه برای هر لباسی که دلتون میخواد یقه بلیتی بدوزید امیدوارم شما هم یه قرار تو خونه بر لباساتون بدوزین اگر سوال و یا نظری دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید لطفا این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما هم بدوزین و سابسکرایب کنید ممنون از همراهیتون